قناده میگم نکنه شک برش داره. چی؟ موسا؟ مطمئن باش وقتی سواری ماشین بشه دیگه به هیچ چیزی فکر نمی کنه. ناشیه نوکرتم نابلده میترسم یه اون مفتی مفتی خودشو لو بده گیر بیفته این بارم بره لالت باری که نافه قرار بود ببره. نه ترس اینقدر نفس بدم نزن. این پسر خر و چغره از پس این کار برمیاد. تازه با خلف وعده‌ای که با طرفمون تو بابل کردیم هر روزی که جنس دیرتر دستش برسه خطرناکتر میشه. من دیگه نمیخوام برای خودم دشمن بتراشم. از این فرصت طلایی باید استفاده کرد. هم جنسا رو به مقصد میرسونه و همین که زهرا رو پیدا میکنه. یه خورده آرومتر برو موسا ماشین امانته. هی نگو امانته امانته دیگه. بعد این سفر میشه مال داداشه. نکنه تو گنج پیدا کردی ما خبر نداریم. آره گنج پیدا کردم ولی نه از این گنجایی که تو کتابو نوشتم. من احمق اگه یه چند سال زودتر میفهمیدم دنیا دست کیه حالا واسه خودم کسی شده بود. اینه داشته. الو سلام چاکر آقا. آره تو راهیم. ببینم حال این رفیق همیشه خمارمون چطوره؟ هنوز داره پشت سرمون صفحه میذاره؟ بعدا زنگ میزنم. خدافظ. این موبایل از کجا اومده؟ ای داده بیداد باز سازشو بوک کرد. خواهاب چیه من؟ این موبایل هم مثل این ماشین خوشگله وسیله کار منه. همش هم مال شرکته. فکر کردی من خرم موسا؟ خون کدوم شرکتیه که به کارمند صرف کیلومترش که سیکلم نداره موبایل و ماشین بده. عجب گیری افتادی ما. کجای کاری آخه آبجی؟ واسه اونا که موبایل و ماشین عددی نیست فرقی نیست. خیلی خوب حالا این کی بود که انقدر چاکرم مخلصم تحویلش دادی؟ آی آدمای مهربون واجبه که کمک کنی. فکری به حال بستنه زخمای شوهرم کنی. چه تو آبجی رنگ به رنگ شدی. هرگی ندونه فکر میکنه قاچاقچی هستی. این حرفا چه میزنی؟ مزه لوس. سلام خسته نباشین وقتتون بخیر. سلام سرکار. گواهینامه به کارتون باشه. ای به چشم بفرمون. لطفا صندوق عقب رو باز. ای به چشم. تخت بچه ننه امشبو میتونی خیلی راحت تو همون شهری که دوست جونجونی زندگی میکنه ستاره ها رو سیاحت کنی. من میدونم تو میخوای من تنها بذاری. چند بار بگم شیرین جان من زود برمیگردم. تو برگردی من تنهایی چی کار کنم؟ چرا تنها؟ مگه عمه مهری پیشت نیست؟ من قدم بهونه نگیر تو رو خدا. اوه چقدر شیرین جون شلوغش میکنی و سرصدا را انداختی. مگه کجا میره؟ میره تهران. تو هم پیش منی. اگرم دیر کردن من و تو هم میریم تهران. خوبه؟ الان هم برو بازی تو بکن. یه خودی وقت تو تلف داری میکنی. خودو بینم خودو بینم. ببخشید تو رو خدا شمارم انداختم تو زحمت.
زحمت چیه دختر رحمت؟ دیدی بهت گفتم تو دختری نیستی که رو امیر اثر نذاری؟ چطورمه؟ من پسرم رو بهتر از تو میشناسم. میبینم وقتی با تو حرف میزنه بعدش چه حالی میشه، بعدش چه جوری میره یه گوشه میشینه و فکر میکنه. از اون قطعه داره با تو میاد تهران. شما که چه فکرهایی میکنید؟ اما تو فکر میکنی من همیشه همین سن بودم؟ بابا منم یه روز جوون بودم. نه میفهمم، همین امیر آقا رو که میبینی تا حالا یه سفر نرفته، همیشه هم کارو بهانه کرده، اما الان میخواد با تو بره تهران. تازه میگه اگه کارمون طول بکشه یه هفته هم میمونم. این یعنی چی؟ لباسی که برای عروسکم دوختی نیست زهرا. یعنی چی شیرین؟ مگه لباس پا داره که فرار کنه یا بره جای قایم شه؟ الان من خودم میام برات پیدا میکنم. میبینی مادرم چقدر ساده است؟ اگه علت اصلی رفتن ما به تهران بدون قیافش دیدنی میشه. نمیدونم چه شکلی ازش عذرخواهی کنم. شرمندم. من واقعا نمیدونم چی باید بگم. سلام زهرا. علیک سلام. تو بالاخره کار خود تو کردی نه؟ ببخشید بی خبر رفتم. ببخشید که نشد حرف. ببینم اگر نادر میمد سراغت چی؟ نه با حواسم هست. تازه اون فکر نمیکنه که من اینجا برگشتم. آره فکر نمیکنه اینقدر احمق باشی که با پای خودت بری تو تله. من احمق؟ اما شما خانم آقا نباید به فکر بابا باشین. از اون وقتی که بابا رفته تو اون زندون لعنتی از همون بی خبره. پرشم تا الان فکر کنم از نگرانی دق کرده باشه. نباید بریم ملاقاتشو از خودمون بهش خبر بدیم؟ ها؟ تو رفتی ملاقاتش؟ آره امروز رفتم ولی نذاشتم ببینمش، گفتم ملاقات دوشنبه است. ببین رضا، من و آقا امیر فردا داریم میام تهران. میخوای شیرین کاری تو واسش رو کنی؟ ها؟ پس میخواستی مثل تو فرار کنم؟ مگه کسی میتونه از دست شما فرار کنه؟ برشم فردا با جناب سروا میخوایم بیاین تو سرمون خراب شین دیگه. الو رضا. یه واسه کامل شدم جن زدم. خیلی خوب دوباره اون تو بشین، من برم ماشین رو پارک کنم و بیارم. خیلی خوب پس زود بیا. باشه باش. اومد چی میخوانی از جونو من؟ بلم کنی؟ ای بابا بلم کن. چه خبر اینجا؟ چی چی رو ساکت باش؟ بلم کن. خیلی بلش کن. تو دیگه چی هستی؟ خفه صحبت کن. با کی؟ صحبت کن. الو
خوش پسر جان، اینا از دوستان من هستن. آقا نادر شما این؟ آره. اینا کیان؟ چی از جون من میخوان؟ آروم باش، هر کاری که میگن انجام بده. دوباره بهت زنگ میزنم، زیادم شلوغش نکن، فهمیدی؟ چشم آقا نادر. سویچ. این دیگه چیه؟ مال خودت. یعنی چی مال خودم؟ بار اولته. چی بار اولمه؟ یعنی نمیدونی چی بارت کرده؟ فردا سویچ از هتل بگیر. کجایی موسا؟ اینجا همینجا. این کیفه چیه؟ هیچی، یه امانتی بود، بچه های شرکت رو بردن صبح باید ببرم بدم جایی. بچه شرکت؟ آره. زنگ زدی مامان رسیدیم یا نه؟ نه هنوز. بریم دیگه. ماشینمون کو موسا؟ بچه ها بردن یه دوری بزنن. وا یه چیزایی میارن صبح میارن. بریم بابا گشنمونه. بریم بریم غذا بخوریم. موسا معلوم نیست چی کار میکنی؟ عجب جای باصفایی ها. نه باصفا که هست. خیلی باصفا. کدومه؟ همین هاستی گره پیغامون داد تو اتاق واسمون گرفت. دستشون درد نکن. 116. آره. این اتاق مال من. پس اتاق من کدومه؟ اتاق تو هم 117 است دیگه اینا. بیا. بیا برات بازش کنم. بری تو صفا کن. بفرما. به به. به به. عجب جای با صفاییه. جای مامان خالی. مامانم این دفعه میارم. دفعه دیگه حتما مامان میاریم اینجا. میگم موسا. جون موسا. هیچی. بیا اینو بزن خونک شی تا منم برم یه دوش دبش بگیرم و زود برگردم و بریم شام بخوریم. باشه برو. باشه. نه ترسیا. نه بابا برو. اتاق 116 داش موسا در خدمتته. باشه. همین روبروی دیگه. آره خداحافظ. مریم هستم، دوست زهرا، میتونم باشون صحبت کنم؟ بله. ممنون. زهرا خانم تلفن. تو هتلی فردا میای ببینمت؟ فردا؟ خیلی خوب. باشه باشه، فقط تو فردا صبح به من زنگ بزن. باشه، من صبح به زنگ میزنم. حالا چی شده موسا تو رو برده بابول؟ راستش خودم هم نمیدونم. این خوش خدمتی از موسا بعیده، ولی مگه موسا همون موسای قبلیه؟ الان دیگه چونه یه دونه خواهرش قسم میخوره. نه بابا،
موسا زهرا یه جورایی هم مشکوک میزنه ها، ولی واسه تو ببینمت برا تعریف میکنم. خیلی خوب باشه، خداحافظ. خداحافظ. مریم چی شد پس؟ من نمیخواستی بری دوش بگیری؟ دوش میگیرم، موشم میگیرم. ببخشید با کی حرف میزدید؟ یکی از دوستان مریم. ببخشید آقا امیر، میشه فردا یکی دو ساعت دیرتر حرکت کنیم؟ چرا؟ خب یه کاری پیش اومده. ای بابا چه کاری؟ اونم دم رفتن. نکنه از تهران رفتن میخواین تفریح برین؟ نه نه، فقط میخواستم قبل از رفتن برم دوستام ببینم. حالا خیلی واجبه؟ باشه، خودم فردا صبح میرسونم تو. شب بخیر. الو سلام، خوب هستین؟ میبخشید میتونم با زهرا جان صحبت کنم؟ خیلی ممنون. الو سلام، چطوری زهرا؟ خوبی؟ قربونت برم، منم خوبم. توی رستوران هتلی داریم صبحونه میخوریم با موسا. پس کی میان؟ خب زود باش، همین الان پاشو بیا. باشه، پس منتظرتم. قربونت برم، خداحافظ. خیلی ممنون آقا. خواهش میکنم. چاکر آقا نادر. بله ما که میزونه میزونه اون برا آب و هوا چطوره؟ اونم امروز ردیفه، گمونم با هم قرار مدار گذاشتم. آره تا شب نشده جا مکان دختره رو برات پیدا میکنم. خیال تخت تخت. جدی میگی آقا نادر؟ اینجا؟ ای به چشم، تشریف بیارید، ما هستیم در خدمتتون. فعلا خداحافظ. سلام خانم، میتونم با زهرا صحبت کنم؟ رفت؟ کی؟ خیلی ممنون خانم، ممنون، خداحافظ.
کردی که به همین راحتی گوشت و دست گربه میدن؟ اختیار دارین آقا نادر، این حرفا چیه که میزنید؟ شما هر دستوری بفرمایید ما در خدمت گذاری حاضرید. خیلی خب، مزه نیست. پولا کجاست؟ پولا؟ پولا جاش امنه. بفرمید خونکه. پولا رو برده بیار. الان؟ مریم در رو بکن. چی شد آوردی؟ آبجی چی؟ نیست تو اتاقش. میگم نکنه یه وقت بو برده باشه واسه چی آوردمش اینجا. خداقش هم خیلی به هم ریخته بود. کجا ممکنه رفته باشه؟ از این طرف بیان این بری. سلام امیر آقا. سلام. زود باش بریم. چی شده؟ چرا نگرانی مریم؟ نادر اینجاست. تو چی داری میگی تو؟ الان چیزی نپرس، فقط زود باش بریم، بعدم برات تعریف میکنم. زود باش دیگه. کدوم دختره؟ زهرا دیگه. طوری شد زهرا خانم؟ طوری نیست. پس این موش و گربه بازی باز چیه؟ حالا بریم. من اگه چی به چیه این ماشین حرکت نمیکنه. خب حالا شما بیاید سوار شید، من قول میدم همه چیو بگم. بگید حرکت میکنه.
دارم از ترس سکته میکنم زهرا. موسی داشت با نادر صحبت میکرد. تازه فهمیدم واسه چی مهربون شده منو با خودش آورده اینجا. من نمیفهمم موسی برای چی خودش رو قاطی این جریان کرده. مش تقصیر منه. من پای نادر رو به زندگی شما باز کردم. نادر خوب بلده از چرایی وارد شد. رگ خواب موسی رو پیدا کرده. ماشین و پول و موبایل. وای خدای من، اونم که تنبل و بیار. من که بعید میدونم نادر فقط برای پیدا کردن من این همه خرج کرده باشه. نکنی میخواد بلایی که سر بابای من آورده. آورده سهرا، آورده. مطمئنم موسی هم افتاده تو کارهای خلاف. اگر اینطوری که وای به حالش. چون من میخوام نادر رو به پلیس لو بدم. نه خواهش میکنم زهرا، اون وقت این داداش کله خر من چی میشه؟ زهرا آب شدن رفتن توی زمین. بی ارزه. آخه چطور گذاشتی که فرار بکنن؟ به جون آقا نادر هر جا باشم پیداشون میکنم. خفه بذار همه چیو به امیر آقا بگم. اون افسر نیروی انتظامیه. نه تو رو خدا. آخرش که چی؟ من دیر یا زود ناچارم نادر رو به پلیس معرفی کنم. من همه همدستاشو دستگیر میکنم. زهرا فقط یه فرصت کوچولو بده، بلکه موسی رو راضی کنم یه جای گم و گور بشه. موسی احمقه، ولی باور کن زندان مثل نادر حقش نیست. گول خورده زهرا. زهرا خواهش میکنم، من خواهرشم، نمیتونم بی تفاوت باشم. آقا امیر میشه بگه در دستی که داریم فرار میکنیم؟ یادتون باشه باید راستشو بگید. مگه من تا حالا به شما دروغ گفتم؟ اون دوست بابا اونجا بود. اون تو هتل بود، به من نگفتید؟ من که نمیدونستم اون تو هتله. مریم بهم گفت. مریم واسه چه نقشی داره؟ مریم هیچ نقشی نداره. اونا فهمیده بودن میخواد بیاد بابل پیش من، تعقیبش کرده بودن. خیلی خوب سوار شد بریم. نباید وقت از دست بدیم. هرچند بنزین کافی بهشون فرصت دادیم. کجا؟ سوار شید. میفهمید. مفت مفت از شنگمون در رفتن. آدم انقدر بیارزه فقط ادعات میشه. آقا نادر یه چیزی بگم؟ اصلا حال و حوصله شنیدن چرت و پرتای تو رو ندارم. اگه اجازه بدی حرفمو بزنم حسامو رو میکنم. بنال خدا خیر بده به آبجیمون که یه نشونی واسه ما به جا گذاشت. بفرما با این شماره تماس میگرفت. فکر کنم خونه فک و فامیلاش باشه. چه خبرت؟ شنیدم. الو ببخشید، با زهرا خانم کار داشتم. زهرا خانم خونه نیستن. از گوشی خدمتون. یکی از دوستای پدرشون با شما کار داره. بله. گوشی. الو سلام عرض کردم خانم. علیکم سلام، حال شما خوبه؟ متشکرم.
عرض کنم خدمتتون که من از دوستان پدر زهرا خانم هستم. یه امانتی داریم از طرف پدرشون، می‌خواستیم به دستشون برسونیم. اگه ممکنه آدرس اونجا رو لطف فرمایید که یه لحظه بیایم مزاحمتون بشیم. خواهش می‌کنم. یادداشت کنید. تو رو خدا آروم باش مریم. آخه چطوری؟ دارم از دلواپسی میمیرم. مگه ندیدی آقا امیر چی گفت؟ همه چی درست میشه. زهرا بیا فرار کنی. چی داری میگی مریم؟ زدی به سرت؟ آقا امیر گفت همینجا بشینیم تا برگرده. که چی بشه؟ مگه نمیبینی اوضاع چطوریه؟ دارم به خودت هم شک میکنم. آره میدونم، ولی مطمئنم خدا به آدمی که بیگناه باشه کمک میکنه. فکر کن باید برم بشینم اونجا بگم با کی و برای چی اومدم بابول. خب معلومه اولین چیزی که باید بهشون بگم اینه که برادرم با نادر کار میکنه. زهرا، موسا کلخر هست ولی برادرمه. من و مامان که جز اون کسی رو نداریم. پلیس موسا رو بگیره جواب مامانم رو چی بدم؟ نه زهرا، من نمیتونم. باید به موسا خبر بدم. خبر بدی؟ اگه به فهم نادر لو رفته یه دقیقه هم باش نمیمونه. مطمئنم. چی کار داری میکنی مریم؟ میخوام به موسا خبر بدم. خدا کارو از این خرابتر نکن. آقا امیر خودش یه کاری. خواهش میکنم زهرا، خواهش میکنم. اگه این کارو نکنم تا آخر عمرم پشیمون میشم. تو رو خدا بذار. الو. موسا. اصلا معلوم هست تو کدوم گوری هستی؟ موسا خواهش میکنم به حرفای من گوش کن. موسا نادر لو رفته. چی؟ جون مریم نادر رو ولش کن. تو به فکر خودت باش. مریم تو یکی دیگه ما رو رنگ نکن. موسا من دیگه نمیتونم صحبت کنم. فقط تو رو خدا، تو رو خدا برو یه جایی قایم شو. چی داری واسه خودت میگی؟ صبر کن. خداحافظ. الو الو مریم. آقا نادر لو رفتیم. اگه دیر به جمعی فاتحه همون خونده است. چی داری میگی؟ آبگیم زنگ زد، گفته که پلیسا دنبالمونن. خودشم الان نیروی انتظامیه. کجا؟ این مزخرفات چیه؟ اگه این پا اون پا کنیم به صاحب خوردن گیر میفتیم. تو رو خدا نریم اونجا آقا نادر. اینقدر ساده نباش پسر. گول این حرفا رو نخور. دوستت کو؟ رفت. دیدی که چه حالی داشت؟ این جریان هیچ ربطی به اون نداره. بفهمید. پرونده شما به من محول شده. بازجویی رو شروع میکنیم. بازجویی؟ همه چیز رو دقیق بنویس. نام، مشخصات افراد با ذکر تاریخ. خوب دقت کن. چیزی رو که مطمئن نشدی ننویس. چون بعداً نمیتونی تکذیبش کنی. ولی من باید برم جلسه. ولی اگه جناب سلام، بهتر بازجویی رو شروع کنیم. وقت زیادی نداریم.
همکاران عزیز، در مورد نادر اثباتی چند دقیقه پیش پرونده برای ما ارسال شده. این فرد مدت هاست به علت اتهاماتی که بهش وارد شده تحت نظر ماست. اینکه این فرد جزو یکی از شبکه‌های حمل و فروش مواد مخدر در کشور هست شکی نیست، و اما برای شناسایی افراد مربوط به او و همچنین به دست آوردن مدارک کافی برای بازداشت ایشون هیچ گونه اقدامی صورت نگرفته و طبق مذاکره تلفنی که انجام شد از ما خواسته شده که هیچ گونه اقدامی نسبت بهشون انجام ندیم و تمامی مدارک و اطلاعاتی که نسبت بهشون داریم سریع هم به مرکز اطلاع بدیم. به این جهت باید متذکر بشم که تموم شد. جانم گوش بزن. سلام مادر، نگران نباشید. آره گوشی. مادره. سلام امی جون. نه شما نگران نباشید. دوست بابای من؟ نه، من شماره شما رو به کسی نداده بودم. چی گفت؟ شما آدرس رو بهش دادی؟ شیرین کجاست؟ خودش نادر ما رو پیدا کرده. الو مادر، شما نگران نباشید، در برای هیچ کس باز نکنید، من خودم میرسونم. آیا امیر، تو رو خدا یه کاری بکنید، من نگرانم، نگران شیرین. من باید یه بیسیم بزنم. سلام علیکم آقای حاجی‌زاده. سلام علیکم. ببخشید تو رو خدا، افتادین تو زحمت. خواهش میکنم. من خودم به امیر گفته بودم مراقب خونم، درم رو هیچ که با نمیکنم. اینجوری اسباب زحمت شدی. خواهش میکنم، چه زحمتی خانم. جام سروان دستور فرمودن، منم نزدیکترین گشتی بودم که خودم رو به اینجا رسوندم. هنوزم میگم نریم. پیاده شو. خطریه ها. گفتم پیاده شو. دلم اگه بدونی چه حالی داشتم.